بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف که اطلاع یافتم که در ولایت قندوز بعضی ایادی که در سایه هستند و هدفشان ریختن آب در آسیاب استعمار بوده و میخواهند که جنگ های فرقی و عداوت های بیت الافغانی را در بین ملت ما که در طول تاریخ یک پارچه و یک دست بوده به راه بیاندازند. اطلاع یافتم که این چیز مردم به جان مردم بیگناه در مسجدی که در مسجدی برای اقامه عبادت الله جمع شده بودند حمله کردند. روی صحبت ما با کسانی هست که از دیدگاه اهل سنت این اعمال را انجام میدن، اگرچه ما نمیدانیم و نمیتانیم تایید کنیم که این حمله ظالمانه را چه کسی کرده، چون ما در فقه اهل سنت و فقه حنفی ماهر میباشم، دیدگاه ما با مخاطبین و کسانی هست، خطاب ما به همراه کسانی هست که مسئله میخواهند از دیدگاه فقه حنفی و فقهای اهل سنت و الجماعت عموما بدانند. بدانید محترمین، متوجه باشید محترمین، که حمله به نمازگزارها و مردم عامه و مردم ملکی و پیربردها و پسران خردسال و زنها، ولو که جانب مقابل کفار به کفر صریح و بوا هم باشند و محاربین هم باشند، روا نیست، جایز نمی باشد، حرام است، حرام است، حرام است. در سنن ابی داود ما حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و صحبه و سلم زمانی که دیدند یک زنی کشته شده است، امر فرمودند که کشتن زنان در جنگ ها روانه می باشد. چی حالت که حالت صلح هست و باز مسلمانان هستند و باز رعیت یک کشور می باشیم. و بنابر تحقیقات فقهی که امام احمد حنبل رحمت الله تعالی علیه دارند و ای قول ایشان از نظر سه مذهب دیگر راجح می باشد، کشتن غیر نظامی ها هر کسی باشه جایز نمی باشه. کشتن شیخ، کشتن مریض، کشتن پیر مرد، کشتن عابد، قتل اینها جایز نمی باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسانی که در قتل یک مسلمان شریک باشند ولو به کلمه اق عذاب بسیار دردناکی را یعنی اعلان کردند. و متوجه باشید محترمین، ملت متدین افغانستان که بازی های استخباراتی کلان در سطح کشور و منطقه وجود داره که مجموع خاورمیانه به جنگ های فرقی بکشانه، ما از اعمال و حرکاتی که در سوریه و در یمن و در عراق میشه ما این اعمال و حرکات را تایید نمی کنیم و این افراطی‌گری ها را تایید نمی کنیم. اما نمی شود که اگر در سوریه و در یمن و در عراق کسانی به نام اهل تشیع تجاوزهایی کردند، ما بیاییم در افغانستان اهل تشیع خود را به قتل برسانیم. هیچ وقت این عمل از دیدگاه فقه و شرع جایز نمی باشه. جزاکم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.